یک طراح مبتکر با استفاده ابزار و از ادوات مستعمل دوچرخه‌ها و ویلچرهای از کار افتاده صندلی‌های چرخدار ارزان و بسیار کارآمدی برای افراد ناتوان و کم درآمد تولید کرده است گزارشی از شیده رضایی یانا دبیل و لتو ظاهرا دوستای مناسبی به نظر نمیان اما فصل مشترک اونها یک واقعیت غیرقابل چشم پوشی است درک معضلات ناتوانی و معلولیت حرکتی من از دوره نوجوانی و زمانی که در کنیا بودم لتو رو میشناختم او همیشه چهار دست و پا رو میرفت و خودش رو رو زمین میکشید گرچه لتو همیشه در ذهن من بود اما واقعا نمیفهمیدم اون چی میکشه تا اینکه سالها بعد در دانشگاه به دلیل شکستگی استخوان مجبور شدم سه ماه روی صندلی چرخدار بشینم و حتی جراب هام رو یک نفر باید کمک میکرد تا بپوشم دیبل با ذهنیتی که از لتو داشت سافاری سیت رو تولید کرد که به سادگی میتونه از هر معبری عبور کنه سافاری سیت یه صندلی چرخداری که برای معلولین کشورهای کم درآمد و با بازیافت مواد اولیه موجود و لاستیک های مستعمل دوچرخه ها ساخته شده و به سادگی قابل تعمیره از طرف دیگه ایمنی بالایی داره و خیلی خوب در راه های ناهموار حرکت میکنه دست آخر این که من از حق انحصار اون گذشتم و به همه اجازه دادم که از اون کپی برداری کنند گذشتن از حق انحصار سافاریسید به تولید کنندگان محلی اجازه میده تا اون رو با منابع موجود و طبق نیازهای توانیابان محل سکونت خود بازسازی کنند. سفاری با فراهم کردن امکان حرکت به افراد توانیاب اجازه استقلال میده اونها میتونن سر کار برن، از بچه هاشون مراقبت کنن و خلاصه عضو مفید و فعال جامعه باشن دیبل و همکاران او با راه انداختن یک فراخوان اینترنتی در کیک استارتر وبسایتی که امکان گردآوری مالی از افراد ناشناس علاقمند به پروژه رو میده امیدوارن که به زودی ساخت گسترده سافاری را آغاز کنند. آنها در نظر دارند دستورالعمل ساخت اون رو به زبانهای مختلف ترجمه و در اختیار علاقمندان دیگر هم بگذارند. شیده رضایی صدای آمریکا